خب حالا من صحبتم این بود که ما یه کلاس 8 مگا 32 داریم، من میخوام یه کلاس مخصوص به کار خودم بنویسم و مفهوم ارسبری رو بگم اینجا. من کلاس 8 مگا 32 رو دارم، حالا من میخوام یه کلاس مخصوص به خودم بنویسم که داره یه سری متدها رو از کلاس 8 مگا 32 ارسبری میکنه. خب اسم این کلاس چی بود؟ اسم این کلاس بود 8 مگا 328. خب من مینویسم اینو، میگم که اینجا نیو کن یه کلاس جدید، اسمشم میذارم 8 مگا 8 مگا 328 پابلیک میذارم فعلا تا بعد در مورد پابلیک صحبت کنیم که اینا چیا هستن. فقط الان در مورد پابلیک این رو بدونیم که وقتی می نویسم پابلیک، امکان استفاده از متدهای داخل این کلاس در کلاس‌های دیگه و در جاهای مختلف پکیج برنامه نویسیمون رو داریم. خب 8 مگا 328 انتخاب کردم، کلاسم رو ساختم. خب طبیعیه که همشون تو پکیج اصلی برنامه من هستن دیگه، همه اینا دارن توی پکیج اصلی که اینجا نوشتم دارن قرار میگیرن. اما من کلاس 8 مگا 328 رو میخوام با توجه به ارسبری از کلاس 8 مگا 32 بنویسم، یعنی از یه سری از متدهای داخل کلاس 8 مگا 32 استفاده کنه و یه سری هم خواص خودش رو داشته باشه. خب برای این کار میام میگم که این کلاس 8 مگا 328 extend ارث گرفته شده یا مشتق گرفته شده از چی؟ از کلاس 8 مگا 32، یعنی با نوشتن اینکه 8 مگا 328 اکستند شده از 8 مگا 32، حالا امکان اینو دارم که از تمامی متدهای داخل 8 مگا 32 توی کلاس خودم که 8 مگا 328 هستش چیه؟ استفاده کنم. خب یه نگاه اگر بندازم میبینم که درسته از این امکانات استفاده کرده، اما دو جا اون مشخصات خصوصیاتشون متفاوت هستش، این اتروبیوت ها صفت ها متفاوته، یعنی آی او پین این 32 ولی آی او پین این 23 هستش، پکیج این دیپ پی دیپ 40 پکیج این پی دیپ 28 هستش. پس باید اون متدهایی بود که مربوط به پکیج و مربوط به آی او پین هستش، اینها برای کلاس جدیدم بازنویسی بشه، بقیهش که قابل استفاده است. چون نوشتم اکستند کن از 8 مگا 32، بقیهش از کلاس 8 مگا 328 چی قابل استفاده هستش، دیگه نمیخواد اینا رو دوباره یه بار دیگه تو اون کلاس اینجا هم بنویسم. فقط اون کلاس هایی، اون متد هایی که تغییر کرده مشخصاتشون یا اتریبیوت هاشون، اینها رو میام بازنویسی میکنم. چجوری بازنویسی میکنم؟ خب میام اینجا، من اینا این دوتا رو که تغییر کرده، یعنی آی او پین و این دیگه، درسته؟ این دوتا رو کپی میکنم، میام توی اینجا
بذارید. ولی از یک کیوردی استفاده می کنم تحت عنوان override، یعنی این متدیه که درست تو 18 مگا 32 بوده ولی چی شده؟ override، بازنویسی شده. خب اونجا آیوپینش 32 بود ولی من اینجا توی این میخوام آیوپینم چی باشه؟ 23 باشه. پکیجش دیپ 40 بود ولی من میخوام پکیج دیپ چی باشه؟ دیپ 28 بود دیگه ها؟ درسته؟ دیپ 28 بود. بذارم دیپ 28. خب دستور پرینت که تغییر نمی کنه، میگه هر چی توی استرینگ پکیج بود این رو پرینت بگیر. اینم یادمون رفت که باید این رو هم اوورراید میکردیم. پس یه ات میذارم، یه اوی بزرگ، اگه کنترل اسپیس بگیرید خود اوورراید چیه؟ میاد. این دوتا تابه رو من اومدم اوورراید کردم. یعنی درسته از همه متدهای تو 18 مگا 32 میتونه استفاده کنه، ولی دوتا از اون متدها من اتریبیوتش یا صفاتش رو تغییر دادم، ولی حتما باید دستور override رو بنویسم که یعنی این دوتا متد درسته از 18 مگا 32 extend شده ولی چی شده؟ بازنویسی شده و override شده. خب دیگه چی داریم؟ دیگه توی 18 مگا 328 مون یک متد جدیدی دارم. یه متد جدیدی به نام پاور هستش، لو پاور. اینو حالا می نویسم. این رو دیگه اوورراید هم نمی کنم. می نویسم یه متد جدید پابلیک وید. خب اسمش چی بود؟ پاور اسمشو میذارم، اسم متد پاور. خیلی خوب، اینم پاکش کنم. پاور این دوتا رو بعد یه استرینگ تعریف میکنم توی این متد. استرینگم پاور مساویس با میگم لو پاور. این متن رو بذار توی استرینگ پاور و بعد در خروجی اینو پرینت بگیر. اشتباه نوشتم. سیستم دات اوت دات پرینت. خب همینجا کافی استرینگ رو انتخاب کنم. بعد اینجا خودشیه اون وریبل رو نشون میده، انتخاب میکنم، ولی میخوام یه متنم نشون بده تر تمیزتر باشه. دوتا کوتیشن میذارم، میگم که پاور دو نقطه اینو نشون بده به اضافه یه متغیر پاورمون، هرچی تو این بود پاور دو نقطه لو پاور. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاده، بذارید اینو اینجا، از کل متدای توی 18 مگا 32 میتونم استفاده کنم. دو تا متدش رو اوورراید کردم، بازنویسی کردم، صفاتش یا اتریبیوتاش رو تغییر دادم و یه متد جدید به کلاس خودم اضافه کردم. خب خیلی خوب، ببینید الان دیگه از کلی از امکانات توی کلاس‌های دیگه استفاده میتونم بکنم، بر اساس انتخاب خودم بازنویسی کنم یا یه چیزای دیگه بهش اضافه کنم. مثلا شما می‌بینید فلان برنامه
که لنگویجش یا زبانش انگلیسی هستش یا تاریخش مثلا میلادیه، این میگیرن این رو، بعد یک کلاس تاریخ فارسی براش مینویسن و بعد نگاه میکنن ببینن که کجا از کلاس تاریخ استفاده کرده، همونجا اوررایدش میکنن و امکانات خودشونو مینویسن. نمیخواد دیگه کل ساختار یک کلاس رو یا یه برنامه رو عوض کنن، یک کلاس مربوط به تقویم فارسی مینویسن، میرن نگاه میکنن تو اون کلاس انگلیسی کجا از متد تاریخ استفاده کرده، همونجا اون متد رو اوررایت میکنن و مشخصاتش رو عوض میکنن یا به نوعی امکاناتی بهش اضافه میکنن. خب این برای ایتی میگا 328. یه دونه دیگه هم داشتیم که این چهار تا پروگرام و استرام و ایدوپیرام و تایمر و آی اوپین و پکیج، خب اینا ایتی میگا 168. پس میگه کلاس دیگه میسازم دوباره، یه کلاس دیگه میسازم. شما این کلاس از اینجا هم شما میتونید این رو انتخاب کنید دیگه، کلاس میخواید بسازید بیا یه کلاس جدید، اسمشو میذارم ATmega168. ATmega168 پابلیک باشه فعلا. این رو هم تیک نمیزنیم چون این مربوط به کلاس اصلی مونه، یعنی شما هر نوع کلاسی بخواید بسازید بالاخره یه کلاسی باید داشته باشه که برنامه از اونجا لانچ بشه و استارت کنه و اجرا بشه. خب ATmega168 رو میسازم این کلاس. حالا میام میگم که کلاس ATmega168 هم اکستند شده از چی؟ از ATmega328. از ATmega328 اکستند شده. وقتی شما میگید که این از این گرفته شده، یعنی همه امکانات اینجا رو میتونید استفاده کنید. و فقط از اون چیزایی میتونید استفاده کنید که تو این اوورراید شده، یعنی این چند تا متد رو تو ATmega32 میتونید استفاده کنید. تا کجا بود؟ تا آیوپین و پکیج. بعد آیوپین و پکیج رو میتونی استفاده کنی که تو این اوورراید شده. حالا ببین خودش چه چیزهای امکاناتی داره. خودش اومده این 1 و 2 و 3 و 4 این ستای اولی رو که اوورراید کرده. یعنی این ستای اولی اوورراید شده. بسیار خوب. پس ما این ستای اولی رو کپی بگیریم و اوورایدش بکنیم فعلا، کلاسمون رو کامل کنیم. ستای اولی از 328 از اون ببخشید اون ATmega32، این ستای اولی 1 و 2 و تا ایدوپیرام، این کنترل سی بگیرم، اینجا کنترل وی، این سه تا اوورراید شده درسته، بازنویسی شده دیگه، ات اوورراید اوکی، اینم به همین صورت ات اوورراید، اینم به همین صورت ات اوورراید. این سه تا بازسازی شده. حالا چیا بودن؟ این فکر کنم شده باشه 16، که این شده 1024 اسرمش و اینم شده 512 اگر اشتباه نکنم. این ستا به این نحو اوورراید شده بود. بله. خب تایمر چی؟ تایمر کجاست؟ تایمره که از همین تایمر اولی استفاده میکنه، بنابراین نمیخواد چیه؟ اوورایدش کنیم دیگه، چون تایمرمون که یکیه نیست؟ تایمرمون که یکیه، بنابراین مستقیم از این ATmega32 داره
میگیره. این دوتا چیز هم که داره از چی میگیره؟ 23 و دیپ 28 رو هم که داره از این میگیره. درسته؟ 28 و این پکیج رو، درسته؟ این آی او پین و پکیج رو که داره از اینجا میگیره، از این دوتا مشخصه میگیره. خب حالا بریم از یه آبجکت تعریف بکنیم و از امکانات توی این استفاده کنیم. من میخوام این دفعه برای 18 مگا 168 آبجکت بنویسم. خب و میخوام تایمر رو نمایش بدم. شما نگاه کنید، ما تایمرمون که تو اولی بود، درسته؟ توی دومی از اولی ارث گرفته بود، ننوشتیم، نیازی هم نبود. سومی هم داریم از دومی ارث بری میکنیم که اونم چون توش تغییر توش اعمال نشده، پس همین چیزی هستش، تایمری هستش که توی چیه؟ توی اولی هستش. خب حالا ببینیم اتفاق میفته یا نه. میریم تو برنامه اصلیمون. اولا میام از کلاس 18 مگا 168 یک آبجکتی به نام اسپک مثلا تعریف میکنم، نیوش میکنم. خب اینم اسپک. ببینیم حالا متد تایمر رو نشون میده، ما که اصلا ننوشیم توش که. دات متد تایمر، درست شد؟ اگه الان اجرا کنم نشون میده. خب چی اون نشون میده؟ همینی که تو اولی بود. ولی حالا بیام متد چی رو استفاده کنم؟ بیام مثلا از این آبجکتی که برای این ساختم پکیج رو بذارم، ببینید چه اتفاقی میفته. اگر بیام پکیج رو بذارم، درسته؟ پکیج رو بذارم و اجراش کنم، بدون کدوم پکیج رو نشون میده؟ این پکیج اینو نشون میده یا اینو نشون میده؟ اینو نشون میده که DP28 نوشته، یا اینو نشون میده؟ غالبا باید چی رو نشون بده؟ اینو نشون بده. چرا؟ چون 18 مگا 168 از 328 ارث گرفته و در 328 اون خصوصیتی که توی 18 32 بود چی بود؟ تغییر کرده بود. خب حالا اجرا میکنم، دیپش 28. توجه کردید؟ خب حالا بیایم فرض کنی اسرمش رو نشون بده. اسرم باید چی نشون بده؟ اسرم خودش رو باید نشون بده دیگه، درسته؟ چون چرا چی شده؟ اوورراید شده دیگه. دیگه اسرمش اسرم این نیست، اسرم اینجا نیست که 2048. برای 18 مگا 328 همین اسم 18 مگا 32 هست، ولی برای این اوورراید شده. بسیار خوب، میام مینویسم، میگم که آقا میخوام اسرمش رو ببینم. اسرم ببینم چی میشه. 1024 کجا بود؟ اسرم خودش رو نشون داده. اسرم این که چی بود؟ 2048 بود. اسرم خودش رو نشون داد. این نحوه آبجکت نویسی، ارث بری و اتصال یه آبجکت به کلاس خودش و استفاده از متدهای داخل اون کلاس یا کلاس‌هایی که کلاس ما از اون کلاس بالاتر ارث گرفته. خب قبل از اینکه حالا وارد مباحث پیشرفته‌تری از کلاس و آبجکت و برنامه‌نویسی شیگرایی بشیم، یه چند تا نکته دیگه، یه موضوع تایپ کاستینگ رو میخوام صحبت کنم. تایپ کاستینگ چیه؟ خیلی جا استفاده میکنیم، مثلا توی برنامه‌نویسی اندروید بارها از تایپ کاستینگ استفاده میکنیم که میخواد در حقیقت یه شیعی رو، یه آبجکتی رو به یه کلاس برنامه‌نویسی جاوا متصل کنه، ولی باید جنس اون رو هم تغییر بده.
خب حالا مفهومش چیه؟ بیایم اینجا من چند تا مثال بزنم. من میام یک متغیری از جنس دابل اعشاری دابل مثلا به نام دی تعریف میکنم، مقدارشو میذارم مثلا 13 و 8 دهم. این تا اینجا. حالا فرض کنید که من میخوام این اعشاری رو تبدیل به صحیح کنم، یعنی من یه سلول حافظه دارم که از جنس عدد اعشاریه، میخوام محتوای این عدد اعشاری رو بردارم بذارم توی سلولی که جنسش چیه؟ اینتیجره، عدد صحیحه. خب یه نگاهی بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من میگم یه اینتیجر تعریف میکنم به نام مثلا f و اینو مساوی d قرار میدم. ها میشه؟ امکان داره؟ یعنی d رو بذار توی f. خب خطا میگیره، میگه نمیتونی این تبدیل رو انجام بده از دبل یا اعشاری رو، عدد اعشاری رو بذاره توی سلول حافظه که جنسش جنس اینتیجره. خب چیکار باید بکنیم؟ میایم میگیم که این اینتیجرمون برابر است با تایپ کاستینگ کن، یعنی این دی رو تبدیلش کن به یک محتوایی از جنس اینتیجر و بذار توی سلول حافظه اف که چیه؟ اینتیجر هستش. حالا بذار هر دوتاشو من پرینت بگیرم ببینیم چه اتفاقی میفته. فرض کن بگم که این دابل نامبرمون هست، دابل نامبر. خب اینو این متن نمایش بده و بعد دی رو نمایش بده. خب ببینیم چی رو نمایش میده الان؟ 13 و 8 رو نمایش میده. خب حالا بیایم همین رو اینتیجر رو، اینتیجری که ساختیم f، ولی باز با یک توضیحی که این اینتیجر و اون محتویات توی f رو هم بهش بچسبون، اینو نمایش بده. بذارید یه پرینت ln هم بزنیم اینجا راحت شیم. ببینید وقتی که محتویات d رو نمایش بده، خب طبیعیه که این عدد اعشاری رو نمایش بده، ولی وقتی میاد f رو نمایش بده فقط قسمت عدد صحیحش رو نمایش میده. پس اصطلاحاً گفتن تایپ کاستینگ میشه، یعنی این جنس این عدد از حالت اعشاری تبدیل میشه به حالت صحیح با اصطلاحاً تایپ کاستینگ کردن، که فقط کافیه اون متغیر رو تعریف کنید مساویس با اون تغییری که میخواید انجام بدید به اضافه متغیر قبلیه. اینجا من میخوام دی رو تایپ کست کنم به اینتیجر و بذارمش توی سلول حافظه اف که از جنس اینتیجر هستش. به این میگن تایپ کاستینگ از جنس اینتیجر. خب ولی آیا
تایپ کاستینگ تو جاهای مختلف میتونیم استفاده کنیم، باید دقت کنیم. الان شما دیدید که عدد 13 و 18 هم شد فقط قسمت صحیحش که 13 هستش. گاهی وقتا خطاهایی هم اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که شما یه عدد اینتیجر دارید به نام مثلا F که این هستش، این اینتیجره، میخوام تایپ کاستینگش کنم و تبدیلش کنم به شورت اینتیجر. اگر توی تعریف متغیرها دقت کرده باشیم، مدل‌های مختلف داشتیم دیگه، اینتیجر داشتیم، شورت داشتیم، دابل داشتیم، فلوت داشتیم. شورت اینتیجر عدد کوچیکتری رو تو خودش میپذیره. خب این نوع متغیر، مثلا فرض کنم S، پس یک S یک وریبلیه از جنس شورت اینتیجر و مساوی باشه. حالا میخوام تایپ کاستینگ کنم، تایپ کاستینگ کنم اون F رو تبدیل کنم به یک مقداری از جنس شورت اینتیجر که عدد کوچیکتریه. ببینیم چه اتفاقی میفته. یک دستور پرینت هم صادر کنیم و print ln چیو پرینت بگیره؟ بیاد و اون s رو پرینت بگیره. ببینیم چه بلایی سر s میاد. خب پس یه عددی اینجا چقدر بود؟ 1,000,000 گذاشتم صحیح F، عدد صحیح F گذاشتم توی وریبل از جنس اینتیجر F، بعد گفتم تایپ کاستینگ کن این F اینتیجر رو تبدیل به شورت کن، شورت اینتیجر عددهای کوچیکتریه، فضای کوچیکتری از حافظه رو در اختیار داره. پرینت بگیر ببین چه بلایی سرش میاد. شد چی؟ 169 16960. یعنی میگه که اینجا عمل saturation اشباع اتفاق افتاده. یعنی اگر شما یه متغیری، یه variable داشتید از جنس short integer، این حد اکثر عددی که میتونید توش بذارید هست 16960. حالا ما 1,000,000 گذاشتیم، این که نمیتونه اینو بپذیره، این اشتباه میشه به بالاترین عددی که میتونه در خودش بپذیره که عدد 16960 هستش. این از تایپ کاستینگ. حالا بعداً استفاده میکنیم در انشالله برنامه نویسی اندروید استودیو که به دنبال جاوا انشالله اینا رو میخوایم عرضه کنیم.